شاپ قصد داریم که طراحی لوگو رو بیشتر با هم دیگه تمرین کنیم. چیزی که خیلی مهمه توی طراحی لوگو این مطلبه که ما توی طراحی لوگو بیشتر باید روی جنبه خلاقیتمون کار کنیم، یعنی علاوه بر اینکه باید با ابزارهای فتوشاپ آشنایی داشته باشیم، باید فرد خلاقی باشیم تا بتونیم لوگوهای منحصر به فردی درست کنیم. اما چیزی که بین همه لوگوها میشه گفت لوگوهای حرفه‌ای تقریبا یکسانه اینه که لوگوهای حرفه‌ای خیلی ساده هستن. یعنی چی؟ یعنی لوگوهایی که جذابیت بیشتری دارن یا بیشتر معروف میشن و بیشتر به دل میشینن، لوگوهایی هستن که از خطوط و المانهای ساده استفاده میشه توی طراحیشون. به صورت مثال میتونیم به لوگوی شرکت فیسبوک اشاره کنیم که فقط از یک مربع و یک اف ساده تشکیل شده و همینطور موارد دیگه که توی این زمینه وجود داره. و بهترین تمرینی که توی طراح لوگو شدن وجود داره اینه که ما بیایم لوگوهایی که وجود داره رو در ابتدا با ابزار فتوشاپ پیاده سازی کنیم. مثلا ما توی این درس قصد داریم لوگوی شبکه یک که خب از یه مربع ساده یک چشم و یه دایره تشکیل شده رو رسم کنیم. لوگوی شبکه 3 که خب 3 تا تقریبا میشه گفت مستطیله که یه مقداری کج شدن و گوشهاشون انحنا دارن. لوگوی شبکه ورزش همینطور. لوگوی بیمه ملت، لوگوی بیمه ما که خب رنگایی که توش استفاده شده نسبتا خاصه و چند تا مثلث ساده است، تقریبا هیچ کاری نداره. لوگوی آپارات و لوگوی اینستاگرام که خب بیشتر گردینتشه که خاصش کرده رو با همدیگه تمرین کنیم. حالا برای این کار ابتدا میایم توی فتوشاپ و از منوی فایل گزینه نیو یه فایل جدید باز میکنیم. اینجا چون ما خیلی کیفیت کار رو نمیخوایم بالا ببریم و استفاده خاصی داشته باشیم از لوگو، برای همین میتونیم از اندازه 1000 پیکسل در 1000 پیکسل با رزولوشن 100 و قالب رنگ RGB یه 8 بیت استفاده کنیم. من create رو میزنم تا فایلم ایجاد شه، قفل بک‌گراند رو باز میکنم و کاری که میکنم ابتدا از لوگو شبکه 3 شروع میکنم. برای اینکه لوگو شبکه 3 رو بخوام طراحی کنم فقط کافیه که رنگش رو داشته باشم. من همین با ابزار ایدراپر هم قبلا میام رنگ شبکه 3 رو ذخیره میکنم. حالا میام اینجا 3 تا مستطیل خیلی ساده که خب حالا خیلی نسبتاش هم برام مهم نیستش رسم میکنم. بعد از اینکه رسمشون کردم حالا به گوشاش انحنا میدم اینطوری به صورت کاملا این شکل و کنترل تیو میزنم و زاویه حدوداً 20 درجه بهش میدم. بعد از اینکه چنین شکلی ایجاد شد کنترل جی رو میزنم، با دکمه شیفت میارمش یکم کنارتر، دوباره کنترل جی رو میزنم و میارمش کنارتر. خب حالا برای اینکه مطمئن شم همه اینا توی یه فاصله از هم قرار دارن، از منوی لایه هام هر سه تا لایه رو انتخاب میکنم و این گزینه رو انتخاب میکنم تا همشون وسط چین بشه و میتونم بیارمش توی وسط صفحه و خب اندازه شون رو بزرگتر کنم. پس دیدیم لوگو شبکه 3 که خب خیلی کاری نداشت طراحیش. میریم سراغ لوگوی بعدی که لوگوی شبکه 1. برای اینکه لوگوی شبکه 1 رو بتونیم طراحی کنیم من بازم فقط کاری که میکنم رنگش رو کپی میکنم برای خودم. میام یه مربع اینجا رسم میکنم، اندازه طول و عرضش رو با هم دیگه برابر میکنم، هر دوتا رو مثلا 600 پیکسل میدم و میارمش وسط. گوشهاش رو یه مقدار خیلی کمی انحنا میدم، کنترل تی رو میزنم و 45 درجه میچرخونمش تقریبا وسط سم. حالا کاری که میکنیم خیلی ساده، باید یه طرح چشم پیدا کنیم. برای اینکه طرح چشم رو بخوایم رسم کنیم میتونیم از ابزار پن که خب قبلا توضیح دادیم استفاده کنیم. بیایم یه چنین حالتی رسم کنیم و خب بعد از اینکه اینطوری چشممون رو رسم کردیم من با کمک دکمه آلتی که وجود داره میام و این گوشهش رو اینطوری میکنم تا یه چنین حالتی ایجاد بشه و خب تقریبا مثل شکل مثل چشم بشه. خب و اون راهایی که قبلا یاد گرفتیم و تبدیلش میکنیم به یک شکل رو و میتونیم خب اینجا پیاده سازیش کنیم. اگه برامونم راحت نبود که بخوایم وسط ها رو راحت با خودکار رسم کنیم میتونیم از این ابزار خطکشی که قبلا از قسمت ویو رولرز توضیح دادیم بیایم و این خطکش ها رو وسط ها رو معلوم کنیم تا راحت تر کار انجام بشه. من شکل رو پس اول تبدیلش میکنم به یه لایه و با ابزار سلکت مستطیلی که دارم این
میکنم، بعد انتخابش میکنم و بعدم دکمه دیلیت رو میزنم. کار بعدی که باید بکنم اینه که این چشمه رو بیارم اینجا. خب خیلی راحت، من کاری که میکنم اینه که میتونم تو اینترنت کلمه انگلیسی آیو سرچ کنم یا از برخی از سایت ها مثل فلت آیکون یا آیکون فاندر استفاده کنم تا یه چنین شکلایی رو که خب یه سری آیکونایی که قبلا طراحی شده رو به من بده. حالا من بعد از اینکه آوردمش اینجا، این اندازه اینطوری فیت میکنم، این چشمه رو هم تبدیلش میکنم به لایه با ابزار عصای جادویم. این ناحیه رو انتخاب میکنم، دکمه شیفت رو نگه میدارم، اینجا رو هم بهش اضافه میکنم و خب بعد از اینکه از این قسمت این مربع آبی پشتم یا همون لوزی رو تقریبا میشه گفت انتخاب کردم و خب این چشمه رو سلکت کردم ناحیه‌اشو، دکمه دیلیت رو زدم روی و خب الان اگه این چشمه رو هم پاک کنم میبینید که این ناحیه حذف شد. حالا تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که بیایم یه دایره رسم کنیم که خب من اوکی میکنم اندازه صدشو و بعد از اینجا میام تقریبا یه حالا 400 زیاده حدودا 300 بهش میدم و اینو هم میارم وسط تا یه چنین شکلی ایجاد بشه و آرم شبکی یک رو داشته باشه که خب این اندازه ها رو میتونیم خودتون تغییر بدیم با توجه اون چیزی که میخواییم، ولی خب ما الان خیلی نمیخواییم روی این موضوع که دقیقا همون شکل بشه تمرکز کنیم. پس این هم از آرم شبکی یک، من دوباره اینا رو پاک میکنم، به حالت اول برمیگردونم فایلمو تا آرم شبکی ورزش رو رسم کنم. برای اینکه بخوام این کار انجام بدم، ابتدا این دوتا رنگش رو برای خودم نگه میدارم و میام توی صفحه اصلی کارم یه دایره رسم میکنم اینجا. خب دایره که توی مرکز هستش تقریبا بهتره که بگیم که این کناراش نارنجی باشه و داخلش بیرنگ باشه. یک کم بزرگترش میکنم، من تقریبا روی 300 میارم و این ضخامتش هم از این قسمت یک کم بیشتر میکنم، تقریبا 80 پیکسل و خب میارمش وسط صفحه. همینو کنترل جی میکنم، کنترل تیو که میتونم آره کنترل تیو بزنم یا از همین منوی پراپرتیز یه مقدار بزرگتر، مثلا 800 و فکر کنم خیلی زیاد میشه، تقریبا حدود 500 کافی باشه. یه چنین چیزی رو انتخاب میکنم، ضخامتش رو یکم کمتر میکنم و رنگ خاکستری رو انتخاب میکنم برای این حاشیه دورش. خب تقریبا یه چنین حالتی شد. خب حدودا میشه گفتش که همون شکلی که خب دوتا دایره است، یه دایره نارنجی وسطش و یه دایره خاکستری. حالا کاری که باید بکنیم اینه که فقط بیایم این تیکه پایینش رو رسم کنیم که خیلی ساده است. میام از منوی لایه‌ام یه لایه جدید درست میکنم، یه مستطیل به همین رنگ نارنجی اینطوری رسم میکنم. این مقداری که اینجا هستش این ضخامت رو باید چک کنیم ببینیم چقدر دادیم. 80 دادیم، اینجا هم باید این قسمت رو 80 بدم. خب بعد از اینکه این کارام انجام دادم خیلی راحت میتونم کنترل تیو بزنم، یه زاویه تقریبا 45 درجه که نه 40 درجه فکر کنم بهش بدم و اینو بیارم دقیقا این قسمت یا یکم پایین تر مثلا اینجا تقریبا. با دکمه کیبورد میتونیم دقیق فیتش کنیم و یکم زومم رو بیشتر میکنم تا این پیکسلاش معلوم بشه و با ابزار خطکش هم یک دونه اینطوری میارم وسطش، دوباره به حالت اول برمیگردونم و اینو هم تبدیل میکنم به لایه و با ابزار سلکت مستطیلی که دارم میتونم این تیکه پایینش رو حذف کنم که خب یکم اگه اینطوری دراستر درست میکردیم اینجا رو تقریبا همون میشد و یه چنین شکلی رو داریم برای آرم شبکه ورزش که خب ارتفاعش کافیه مثلا توی همون موقعی که رسم میکنیم بیشتر بده. دیگه به غیر از آرم شبکه ورزش این ستا رو رسم کردیم، آرم بیمه ما رو بزنیم چون خیلی آسونه با هم دیگه رسم کنیم. ببینید چیزی که توی بیمه ما مهم هستش این متنی که این پایین هستش، خب به خاطر اینه که یه فونت خاصی داره، معمولاً لوگوهای معروف یه فونت مخصوص خودشونو دارن. مثلا شما اگه یه لوگویی که بین المللی مثل پلی استیشن و فونتش رو سرچ کنید، ببینید فونت پلی استیشن قشنگ می‌بینید که دقیقاً همون فونتی که باش متن پلی استیشن روی لوگو نوشته شده براتون میاد. بقیه لوگو هم همینطوری که معمولاً یه فونت براشون طراحی میشه که شما خب اگه اون لوگو معروف باشه شاید بتونید فونتش رو پیدا کنید. چیز
چیزی که ما فعلا داریم در موردش بحث میکنیم کلا طراحی لوگو، نه بحث تایپوگرافی یا بحث طراحی فونت و زیباسازی متون. برای همین فعلا ما فهم می‌کنیم این شکلی که این بالا هست رو طراحی کنیم. کاری که من میکنم اینه که میام این رنگی که اینجا هستش رو توی پلاتم ذخیره میکنم، این رنگ رو هم همینطور میام توی این قسمت با ابزار چند ضلعی یه مثلث رسم میکنم، دکمه شیفت رو نگه میدارم چنین حالتی، اینو اینطوری کنترل تیو میزنم، یه زاویه تقریبا میشه بکنم 160 تقریبا 160 درجه یا آره حدودا همون میشه. میتونیم مثلا اینجا منفی 30 درجه رو بدیم و یه چنین حالتی روش اعمال کنیم، تقریبا 150 درجه میشه. اینو تایید میکنم، دکمه کنترل جی رو میزنم، یک دونه از رو همین درست میشه، کنترل تی و کلیک راس و کارهایی که باید روش انجام بشه. یه زاویه منفی 120 درجه که خب حالا هر کدوم تقریبا 30 درجه 30 درجه هستش رو به اینم میدم و این رنگی که مخصوص این یکی پایینیه رو کپی میکنم و قسمت کالر اوورلی این متن این کد رنگ رو پیست میکنم تا اینجا درست شه. این دوتا رو با دکمه کنترل انتخاب میکنم و کنترل تیو میزنم تا بیارمشون بس. حالا کاری که باید بکنیم اینه که من فقط باید از روی این رنگ دوتا درست کنم و از روی این رنگ هم دوتا درست کنم. برای همین میام دوباره اینجا کنترل جیو میزنم که از رو خب دوتاش میسازه. کاری که میکنم این رنگ رو دوباره کپی میکنم و میام توی این قسمت کالر اوورلی این یکی دوباره پیست میکنم تا این رنگ رو بگیره. این یکی گرفت، حالا این یکی میرم دابل کلیک میکنم و از منوی کالر اوورلی دوباره همون رنگ رو بهش میدم. خب این دوتا باید اینطوری قرار بگیرن، اینو کنترل تی رو میزنم تا این حالت ترانسفورم فعال بشه، زاویه 60 درجه رو بهش میدم و میارمش اینجا دقیقا، اینو هم همینطور انداز زاویهش خوبه. کنترل جی رو میزنم از روی یک دونه از روی ساخته بشه، کنترل تی رو میزنم دوباره زاویه 60 بهش میدم و میارمش اینجا. این کد رنگی که اینجا بود و دوباره کپی میکنم و بعد از اینکه دابل کلیک کردم روی لایم توی قسمت کالر اوورلی این رنگ رو بهش میدم و دوباره کنترل جی رو میزنم میارمش بالا و اینجا قرار میدم که خب میتونیم زوم کارمون رو بیشتر کنیم تا اینا رو دقیقا بتونیم روی همدیگه فیت کنیم. اینا هم یکم میارم پایین تر یه چنین حالتی و یه چنین شکلی درست میشه که خب تقریبا شبیه لوگوی بیمه ما هستش. میتونید این قسمت ها رو زوم کنید و دقیقا بیارین روی همدیگه فیت کنید. خب و میتونم همه این لایه ها رو با دکمه شیفت انتخاب کنم و با گزینه کلیک راست از قسمت لینک لیر همه اینا رو به هم دیگه لینک کنم تا راحت جابجا بشه. خب اینم پس از لوگوی بیمه، فکر کنم بیمه ما بود. بله بیمه ملت هم اگه بخوام درست کنیم خیلی ساده است. کاری که باید انجام بدیم بازم همین بحث رنگا رو اول باید ذخیره کنیم داخل پلتامون تا دقیق مثل همین بشه و میام یه مستطیل خیلی ساده اینجا رسم میکنم، جای رنگامو عوض میکنم تا اول آبیار رسم کنه. بعد از اینکه این یکی رو رسم کردم یکم اینو بیشتر میکنم و دکمه کنترل جی رو میزنم تا یک دونه از روش بسازه، میارمش یکم بالاتر و خب تقریبا توی چنین اندازه میذارم. دوباره کنترل جی رو میزنم یه زاویه 90 درجه بهش میدم میارمش اینجا، یکم ارتفاع رو هم کمتر میکنم، مثلا میارم روی همون تقریبا 250، یکم میارمش اینطوری پایین تر. بعد از این یک کنترل جی دوباره میزنم و از روی یک دونه دیگه درست میکنم، اینو اینطوری میارمش از بالا فیت میکنم به این و بعد از اینکه دقیقا هم اندازه این شد اینو میتونم دوباره کنترل تیو بزنم یکم کوچیک ترش کنم از اینجا برای اینکه این
فاصله کمتر به چشم بیاد. حالا رنگ این و رنگ دومی که داشتم انتخاب میکنم و کنترل جی دوباره و باز هم 90 درجه میچرخونمش و تا این پایین میکشمش تا چنین حالتی تقریبا درست بشه. و خب حالا کار آخری که باید انجام بدیم اینه که دوباره بیم همه این مستطیلایی که رسم کردیم انتخاب کنیم، کلیک راست کنیم و لینک کنیم با هم دیگه و با دکمه کنترل تی که میتونیم بزنیم بیاریمش وسط و تقریبا یه چنین حدودا زاویه 45 درجه اینطوری منفی 45 درجه حالا من چون اینطوری رسم کردم بهش بدم. و خب میتونیم دقیقا ببینیم اینجا هر دو تا روی پیکسل بذاریم، خب تا مثلا جفتش رو روی عدد خاص فیت کنیم تا حالت مربعی بگیره. مثلا من جفتش رو میذارم روی 430 تا اینطوری بشه و تایید میکنم تا یه چنین شکلی برام ایجاد بشه و میتونم متن پایینش رو خب بیارم و پایینش بنویسم. این برای بحث این لوگویی که تا اینجا بودش. حالا برای لوگوی آپارات مثلا خیلی ساده، ما فقط کاری که باید اینجا انجام بدیم اینه که یه دایره بیاییم وسط یه شکل حالت مربع مانند رسم کنیم. من کاری که میکنم اینه که اول مثل همیشه رنگاشو انتخاب میکنم، بعد از اون میام تقریبا یه مربع ابتدا با این رسم رسم میکنم، اندازاشو دقیق میدم، هر دوتا اول 600 میزنم، فکرم 600 آره یه مقدار کافیه، میتونیم یکم بزرگترش که واسه کارمون بهتر به چشم بیاد. بعد از اینکه 700 زدم حالا یه مقداری به گوشه هاش اینطوری انحنا میدم. بعد از اینکه این کار انجام دادم میام دوباره جای رنگم عوض میکنم و توی یه لایه جدید با نگه داشتن دکمه شیفت یه دایره اینطوری رسم و میارمش دقیقا وسط صفحه و بهش میگم که یه حاشیه سفید بهش بده، تقریبا بذارین یه حدودا مثلا 40 وارد کنیم به حالتی که روی آوتساید قرار بگیره اینطوری تقریبا. و توی مرحله بعدی میام یه لایه جدید درست میکنم و کافیه چند تا دایره سفید رسم کنم، دکمه شیفت رو نگه میدارم یه دایره اینطوری رسم میکنم توی مرکز شکلم، دقیقا کنترل جی رو میزنم یه دایره که از روش درست شد میام یه مقدار بزرگتر میدم، مثلا 200 بهش میدم، میارمش اینجا، دوباره کنترل جی رو میزنم و دکمه شیفت رو نگه میدارم میارمش این طرف. حالا این دوتا لایه هم انتخاب میکنم، کنترل تی رو میزنم تا بیارمشون وسط، دقیقا دوباره کنترل جی رو میزنم، کنترل تی رو میزنم تا از روی اینا درست بشه، یک کمی به این دایره اینجا نزدیک ترش میکنم اینا رو هم همینطور با دکمه کنترل و کنترل تی نزدیک به هم میکنم. و بعد از اینکه چنین حالتی درست شد همه این دایره ها رو انتخاب میکنم و از لحاظ اینکه خب فاصله که باید با هم دیگه داشته باشن همه رو تنظیم میکنم و خب شکل نهاییمون که اینطوری درست شد همه لایه ها رو انتخاب میکنیم، کنترل تی رو میزنیم و یه زاویه فکر کنم 20 درجه یا 15 درجه هم کافیه تقریبا بهش اینطوری میدیم و بازم میتونیم از گزینه لینک لیر استفاده کنیم تا راحت بتونیم این ور اون ور ببریمشون تا لوگوی آپارات برامون درست شه. خب بعد از اینکه اینا رو درست کردم پاکشون میکنم تا حالا لوگوی نستار درست کنم. لوگوی نستار یه زیبایی که خاصی که داره بیشتر به خاطر گریدینتیه که توش استفاده شده، این طیف رنگی که داخل این لوگو استفاده شده خب از طریق سرچ تو اینترنت شما میتونید این چند تا رنگی که خب پشت سر هم میشن طیف این خاصی برای این استار تشکیل میدن و شما میتونید به دست بیارید که کافیه تو اینترنت سرچ کنین گریدینت اینستاگرام. بعد از این کاری که ما حالا فعلا انجام میدیم اینه که میخوایم فعلا بدون این گریدینت همه کلیت لوگو رو رسم کنیم. پس من میام با ابزار مربعی که داشتم یه چنین حالتی رسم میکنم، رنگشو فعلا مشکی میذارم، میارمش وسط و اندازاشو با هم دیگه ست میکنم، این زنجیره رو غیرفعال میکنم تا دقیق بشه اینطوری و خب گوشاشو یه انحنا اینطوری تقریبا بذارین 150 اینطوری میدم. حالا کاری که می
درست میکنم و یه چین شکلی وسطش میکشم. این یکی روی 600 در 600 میذارم، میارمش وسط شکلم و یک کمی قسمت ها انحناها رو بیشتر میکنم. توی مثل اینستاگرام رنگ داخلش رو میخوایم بیرنگ میذاریم و رنگ حاشیهش رو اینطوری سفید میذاریم و یکم قطر این حاشیه دورش رو من یکم بیشتر میکنم، مثلا در حد فکر کنم 70 کافی باشه. بعد یه چنین شکلی تا اینجا رسم میکنیم و بقیهش هم خیلی ساده. دوباره به بقیه اشکالمون یه لایه جدید درست میکنیم، یه دایره رسم میکنیم این وسط. اولی رو یکم بزرگتر درست میکنم به خاطر اون لنز دوربینشه مثلا، و خب اینطوری با ضخامت 50 میارمش وسط. دوباره کنترل جی رو میزنم از رو همین که نیاز نماشه دوباره درست کنم و تقریبا بزنیم با کنترل تی یا مثلا میتونیم همینجا 80 رو بهش بدیم اندازش تا بیاد اینجا. حالا اینجا اون هاشیا به اصطلاح انقدر بزرگ بودن که مرکز هم گرفته، ولی من رنگش رو اینطوری میکنم. خب بعد از اینکه این کلیت رو درست کردیم، حالا میخوام گردینت پشتش رو ایجاد کنم. برای اینکه گردینت پشتش رو ایجاد کنم، ابتدا این فایل رنگمو باز میکنم اینجا و این رنگا رو داخل پلتم میبرم با ابزار ایدراپر. کاری که میام میکنم اینه که میام روی مربع پشتش دابل کلیک میکنم، گزینه گردینت اوورلی انتخاب میکنم و خب همینجا که هستم میام یه گردینت جدید درست میکنم. خب این دوتا رنگ که اوکی، این یکی هم لوکیشنش رو فعلا میارم روی سی تقریبا و این اوکی میکنم تا اینجا. این واسه این دوتا رنگ. حالا دوباره توی پلت هم این دوتا رنگ رو اضافه میکنم و میام این طرف، این دفعه کدای رنگش رو کپی میکنم، دوباره میرم توی گریدینت هم، گریدینت ادیتور هم یه کلیک میکنم اینجا توی 60%ش تقریبا. بذارین حدودا یه 25 بدیم، یه 55 بدیم چنین رنگی. و خب رنگ بعدی که بنفش هست تقریبا، اینو فعلا تا اینجا اوکی میکنم. رنگ بعدی و کنترل سی رو میزنم تا ذخیره بشه. دوباره میرم توی گریدینت اوورلی هم و از اینجا اینم کلیک میکنم. این یکی تقریبا 55 بود، این یکی رو 75 نه بزنین همون 80 وارد کنم و این رنگ رو بهش بدم و آخرین رنگش رو کپی میکنم اینجا. میام این طرف و دوباره میرم توی قسمت گریدینت اوورلی هم و توی آخرین قسمت هم یه نقطه ایجاد میکنم و این رنگ آبی هم خودکار بهش میدم. یه چنین حالتی میشه. برای اینکه خب ببینیم مثل دقیقا لوگوی اینستا که اینجا هستش، این رنگ زرده از پایین بیاد خیلی راحت. دوباره میام توی قسمت گردینت اوورلی هم و این زاویه رو، این قسمت که آنجل نوشته شده رو یکم میچرخونم، میارمش روی 140 منفی 140. بعد از اینکه آوردم روی منفی 140 اوکی میکنم و خب یه چنین چیز تقریبا مثل لوگوی اینستا دارم که خب میتونم با این گزینه اسکیلی که اینجا دارم میزان ترکیب رنگ ها با هم دیگر رو تنظیم کنم و بقیه تنظیماتی که داره که هر کدومش قابل مشاهده است. پس اینم واسه بحث طراحی لوگو اینستاگرام. مطلبی که خیلی باید توی طراحی لوگو بازم تاکید میکنم باید دقت بشه اینه که لوگو زیبایی که دارن توی سادگیشونه، مثل همین لوگو اینستاگرام که دیدیم چقدر ساده با دوتا دایره و یه مربع رسم شد. پس چیزی که حتما با توی طراحی لوگوهاتون دقت کنید اینه که اگه وقتی که مثلا توی جای خیلی کوچیک قرار استفاده بشه، لوگوتون باید قابل فهم باشه، یعنی جوری باشه که معلوم باشه لوگوی شما. پس نباید خیلی ریزکاری توش استفاده کنید، از خطوط ساده بیشتر باید استفاده کنید و همیشه باید لوگوتون رو جوری طراحی کنید که اگه فقط قرار شد از تک رنگ مثلا مشکی استفاده بشه، بازم لوگوی شما مفهوم خاص خودش رو داشته باشه، که این خب با تمرین کردن همین طراحی این لوگوها، لوگوهایی که افراد قبلا طراحی کردن رو میتونید طراحی کنید تا وقتی که دستتون اومد خودتون بتونید لوگوهای مخصوص خودتون رو درست کنید.